به نام خدا بینندگان عزیز سلام و برنامه خبری ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه اول ثور 1398 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 اپریل 2019 میلادی. در نخواست سرخطه مهمترین ها، واکنش ها در مورد تمدید ادامه کار حکومت وحدتی ملی، کشته و زخمی شدن نزدیک به 260 فرد ملکی در ماه حمل امسال، خواست آلمان دین برای انجام آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای صلح، هشدار شرکت برشنا به زورمندان، و کشته شدن 160 تن از اثر چند انفجار در سریلانکا. بنفشه بهار نبی‌زاده هستم. دادگاه عالی ادامه کار حکومت وحدت ملی را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تصمیم دادگاه عالی را برخلاف قانون اساسی می دانند. در همین حال حقوقدانان تصمیم دادگاه عالی را شتاب زدگی این نهاد می پندارند. پس از آن که 11 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از اول جوزای سال روان در تضاد با قانون اساسی دانستند، امروز دادگاه عالی ادامه کار حکومت وحدت ملی را تا انتخاب رئیس جمهور جدید تمدید کرد. شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند تفسیر قانون اساسی از صلاحیت های دادگاه عالی نیست و عملکرد این نهاد را در تضاد با قانون اساسی می دانند. سر محکمه این صلاحیت نداره که به تنهایی قانون اساسی را تفسیر بکند و این تفسیر سیاسی بشه و قانون اساسی در گروگان یک تیم و جناح خاص باشه. سر محکمه این صلاحیت نداره که به تنهایی تصمیم بگیره. باید ما کاندیداها، سیاسون و پارلمان، حقوقدانا یک مجموعه باشیم که در او مجموعه بحث شود که چه قسم بتانیم بعد از اول جوزا پروسه که آمادگی برای انتخابات است و در این وقت حفظ نظام است او را به وجود بیاریم. به این معنی که ضمانت های باید داشته باشیم که در او حکومت یا هر کسی دیگه سوء استفاده از امکان دولتی نکنه. اما معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که میاد 5 سال حکومت وحدت ملی تا پایان زمان تمدید شده تکمیل می شود. مرجع تفسیر قانون اساسی واضح هست. ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتن، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود. از سوی هم شماری از حقوقدانان تصمیم دادگاه عالی از بحر تمدید کار حکومت وحدت ملی را تفسیر قانون اساسی نه بل نوع شتاب زدگی و رویکرد سیاسی می دانند. فکر می کنم این یک نوع عجله ای را که ستره محکمه به خاطر تمدید کار حکومت وحدت ملی به کار برده، این از لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست، چون اینا اصلا نظریه تفسیری هم ندادند بلکه نظر قبلی شورای عالی ستره محکمه را تایید کردند که خودش یک نوع تفره رفتن از کار اساسی که عبارت از تفسیر قانون اساسی می باشند. در ماده 61 قانون اساسی کشور آمده است که وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال 5 بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الا 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد. رئیس جمهور غنی میگوید ادامه جنگ در کشور بنیاد شرعی و فکری ندارد و حمله بر غیر نظامیان و نهادهای عامه آخرین مرحله زبونی دشمن است. آقای غنی که از محل رویداد حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیدن میکرد میافزاید جنگ جاری در کشور با گونه واضح راه حل سیاسی دارد و نباید ادامه یابد. از سوی هم انجام این حمله با محکومیت های سخت داخلی و جهانی روبرو شده است. مهاجمان مسلح چاشت دیروز با گذشتن از چند ایست بازرسی و با استفاده از این زیارت که در پهلوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی است، خودشان را به داخل وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی رسانده و بیش از 5 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. مهاجمان انتحاری که شمارشان به 5 تن می رسید با گذشتن از چند ایست بازرسی خودشان تا اینجا رسانیدند
و دقیقا مهاجم اولی مواد امراش را در اینجا منفجر میسازد و راه را به چهار مهاجم دیگه هموار میسازد. مهاجمین با گذشتن از اینجا خودشان را بر ریاست پستخانه وزارت مخابرات رسانیدند و ساعت ها با نیروهای امنیتی درگیری کردند. در صدای قلمبس برآمد، صدای قلمبس که برآمد سعی کردیم اون طرف که اون طرف خاکباد شد، خاکباد که شد ما خود پروت کردیم، رسانه پروت کردن خواستیم کراچی ما را بکشیم، دیدن که پرقصاخ است، که پرقصاخ است خود ما رمان شدیم دیگه کراچی های ما مان. رسیدن مهاجمان تا این محل به شدت محافظت شده با پرسش های زیادی روبرو شده است. دا زمان گوسته سو د حکومت د تنبغی سبب دی او دغه زکه چې دوی د سی خلک وظیفو کې نه نیسی چې هغه پویږي او تکړوي او د وطن او د خلکو لپاره کار کوي. وزارت امور داخله از افزایش شمار جان باختگان این رویداد خبر داده و میگوید در این رویداد 7 غیر نظامی و 3 نیروی امنیتی جان باخته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی اینها در مورد چگونگی این رویداد میگوید نیروهای امنیتی با قربانی جانشان دشمن نماندند که داخل وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان پستخانه مرکزی شود. آنها را یک پی دیگر سرکوب کردند و از یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کردند. در همین حال رئیس جمهور غنی که امروز به محل رویداد رفته است، جنگ در کشور را تحمیل شده دانسته و می‌افزاید حمله بر نهادهای عامه و غیر نظامیان آخرین مرحله زبونی هراس افغانان است. جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوائر که ارائه خدمت میکنند نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است. از سوی هم انجام این حمله محکومیت های سخت داخلی و جهانی را در پی دارد. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در توییت حمله دیروز بر وزارت مخابرات را هراس افغانانه دانسته و محکوم کرده است. در حالی که افغان ها خواستار صلح هستند، هراس افغانان فقط درد و رنج می آفرینند. مسئولیت حمله دیروز بر وزارت مخابرات را گروه داعش به عهده گرفته است. این حمله در اوج تلاش ها برای تامین صلح در کشور انجام شده است. در حمله دیروز کابل همسر حسین فخری نویسنده و رئیس اداره پیشین مبارزه با فساد اداری نیز جان باخته است. آقای فخری میگوید که خانمش برای فرستادن تحفه به نواسه‌اش در خارج از کشور به وزارت مخابرات رفته بود که مورد حمله قرار گرفته و جان باخت. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر حمله دیروز کابل را جنایت جنگی و ضد بشری میداند. حسین رستی منش جزئیات میدهد. جنازه همسر حسین فخری نویسنده و رئیس اداره پیشین مبارزه با فساد اداری را بر دوش می‌کشند. مادر بزرگی که از بهر فرستادن تحفه سالگرد نواسه‌اش به خارج از کشور به وزارت مخابرات رفته بود اما مورد حمله قرار گرفته و جان باخت و شاید خبر جان باختنش بدترین تحفه‌ای باشد برای نواسه‌هایش. این رویداد تاب و توان آقای فخری را گرفته و کلمات را در کامش خوشگانیده است و بجز این چند واژه بیرمق چیز گفته نمیتواند. این شهید برای نواسه خود که سالگیرشان بود تحفه‌ای خریده بود و میخواستی را به خارج از کشور پست کنه که شکار این تروریست ها شد. برخی از بستگان آقای فخری حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت باشندگان کشور متهم میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حمله دیروز را جنایت ضد بشری می داند. این عمل یک جنایت جنگی یا جرم جنگی بسیار شدید است. به خاطر که اینا در یک ساختمان دولتی که در اونجا هیچ قوای نظامی، قوای نه قوای امنیتی، نه قوای دفاعی بود، حمله ور می شه. با کمال تاسف تا جایی در نیروهای امنیتی مقصر هستند به خاطر که در مرکز شهر و در بسیار یک موقعیت نزدیک خود ریاست جمهوری همچو عملیات سازماندهی میشه و همچو عملیات راه اندازی میشه. در همین حال معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم اشتراک کرده است حمله بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را کار دشمنان پیشرفت و ترقی کشور میداند. حمله به این وزارت در واقع حمله به قلب مردم افغانستان، حمله به پیوندهای ارتباطی مردم افغانستان است. طبعا ما شدیداً این نوع حملات محکوم میکنیم. چندین دور گفتگوی صلح میان زلمه خلیلزاد و طالبان امید را برای آوردن صلح در کشور در دل باشندگان زنده کرده بود.
اما حمله دیروز این امید را در دل بی فخری و چندین تن دیگر از بین برد و آنها آرزوی صلح را با خودشان در دل خاک بردند. در ماه حمل سال روان و در جریان عملیات های الفتح به خالد نزدیک به 260 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. یافته های تلویزیون خورشید نشان می دهد که از اثر عملیات های هوایی، حمله های انتحاری، انفجار ماین ها و نبرد ها نزدیک به 110 غیر نظامی جان باخته و نزدیک به 145 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان، داعش و نیروهای امنیتی کشور عاملان اصلی تلفات بر غیر نظامیان بودند. خالد و الفت نام عملیات هایی که یکی را نیروهای امنیتی و دیگری را طالبان برای سرکوب یک دیگر رهبری می کنند. اما غیر نظامیان همواره قربانی این عملیات ها بودند. بهار در سایر کشورها فصل شکوفایی طبیعت است، اما در افغانستان فصل شدت گرفتن نبردها است. نبردهایی که زیبایی های طبیعت را در کام بسیاری ها تلخ می کند. نخستین روز سال نو با سه انفجار از کارتی سخی کابل آغاز شد و پس از آن ولایت‌های بادغیس، فرا، غزنی، بدخشان، تخار و ننگرهار گوی بیشترین جنگ میان نظامیان و طالبان بودند. در اوج تلاش‌های صلح و کشانیدن طالبان به میز گفتگوها، نبردهای خونین در 25 ولایت کشور شدت یافت و گهگاهی بخشای از کشور در میان طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست گردید. یافته‌های تلویزیون خورشید نشان می‌دهد که در این ماه از اثر رویدادهای گوناگون نزدیک به 110 غیر نظامی جان باخته و نزدیک به 145 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند که بیشترین تلفات از اثر حمله‌های هوایی و ماین‌های کنار جاده بوده است. در سه حمله انتحاری و تهاجمی طالبان و داعش در ولایت‌های هلمند، پروان و کابل، افسون بر تلفات بر نیروهای امنیتی و خارجی، 5 غیر نظامی جان باخته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در 5 حمله هوایی در ولایت‌های کابل، قندوز، قندهار، لوگر و میدان وردک، 41 غیر نظامی جان باخته و 1 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. از اثر چندین انفجار ماین در ولایت‌های ننگرهار، کابل، هلمند، لغمان و بغلان 35 غیر نظامی جان باخته و 115 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. و نیز از اثر نبردهای رودرو میان نیروهای امنیتی و طالبان 15 غیر نظامی جان باخته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شده است. که تلفات په هیڅ صورت مرسته د منلو وړ نه دی. د جګړو له دواړو خواسه مو جدي خواهش دی چې د جګړې په مهال ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. اما فعالان جامعه مدنی طرف های درگیر نبرد در کشور را به نقض رعایت قواعد بشری متهم می کنند که متاسفانه از طرف مخالفین مسلح نظام افغانستان هیچ گونه رعایت را شاهد نبودیم و از طرف نیروهای حکومتی هم گاه گاه ما سردوچار شاهد تخلفات بودیم که اینا سردوچار تخلفات شده در سی عدول از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. با این همه این تلفات در حالی انجام می شود که در ماه حمل سال پار 139 غیر نظامی جان باخته و 252 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند که عاملان بیشتر این تلفات طالبان، داعش و حمله های هوایی نظامیان افغان و پاکستانی بوده است. شماره از عالمان دین میگویند پیش از هر گونه آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان باید آتش بس انجام شود. این عالمان دین که با کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح دیدار داشتند نسبت به نیت برگزاری جرگه صلح برای صلح‌خواهی تردید داشته و تاکید میکنند نباید از این جرگه استفاده ابزاری و انتخاباتی شود. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید که قرار است پارلمان تا اخیر هفته روان با نمایندگان جدید به کارش آغاز نماید. آقای بردک میافزاید گشایش شورای ملی و معرفی وزیران پیشنهادی برای گرفتن رأی اعتماد از برنامه‌های جدید این وزارت در سال جاری است. یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
به خبرهای اقتصادی خوش آمدید. برخی مقامهای بلندپایه حکومتی و افراد زورمند که در پرداخت بدهکاریهایشان به شرکت برشنا تأخیر می کنند به گونه دائمی قطع خواهد شد. بر بنیاد آمارهای شرکت برشنا بیش از 4 میلیارد افغانی چهرهای جهادی و اعضای شورای ملی مشمول مقامهای بلندپایه ریاست جمهوری از این نهاد بدهکار است و افزون بر این که این افراد وامهایشان را پرداخت نمی کنند، کارمندان این شرکت را مورد لات و کوب نیز قرار می دهند. بر بنیاد گفته های شرکت برشنا، شماری از مقام های بلندپایه ریاست جمهوری، اعضای شورای ملی، چهره های جهادی، افراد با نفوذ سیاسی و قومی و فرماندهان محلی نزدیک به 4.5 میلیارد افغانی از این نهاد بدهکار هستند و با گذشت چندین سال حاضر به پرداخت وام هایشان نیستند. مسئولان شرکت برشنا میگویند در حال حاضر شماری از این افراد با وجود بدهکاری های چندین ساله ایشان، افزون بر این که مانع قطع لاین برق میشوند، در برخی از موارد کارمندان این نهاد را نیز به قتل رساندند. داغ کسان لر کیگی چه ملی منافع و تجمن ندی، متاسفانه زن زوروا کهی بولی، متاسفانه زینه پده که پارلمانی سیره دی، پده که سیاسی سیرهشتا، پده که جهادی سیرهشتا، پده که دولتی سیرهشتا، پده که محلی قماندانان شتا، داغ کسان چه دیر زیاد متاسفانه داغ پیسی نار کرد. از سوی همشماری از باشندگان پایتخت میگویند به دلیل اینکه در حال حاضر شرکت برشنا در گردآوری بدهکاری هایش از افراد زورمند ناتوان است، پول صرفیه های برق را با نصب میترهای گوناگون بر مردم عادی افزایش داده است. هیچ فرد نمیتونه که فراتر از یک شهروند حکم بکنه. من فکر میکنم که تمام شهروندان افغانستان به یک سان باشن پول گرفته شه و به گونه نشه که از کسایی که قدرتمندتر هستند یا زورمندتر هستند این پول نتونه گرفته و پول بر عام مردم باشه. من فکر میکنم یک جفای کلان به حق مردم افغانستان است. شرکت برشنا می پول برق از زورمندا، از کسایی که بیش از میلیون ها دلار از شرکت قرضدار شدن از ما گرفته نمیتونه و دائما فشار بالا یعنی غریب و غروه بیچاره مندازن. با گفته مسئولان شرکت برشنا، با توجه به اینکه برق افغانستان از کشورهای منطقه وارد می شود، نپرداختن پول برق از سوی افراد زورمند سبب می شود تا شرکت برشنا از این کشورها بدهکار بماند که در نتیجه برق وارداتی به افغانستان قطع خواهد شد. مقام های حکومتی باید به جای سفرهای نمایشی امنیت بازرگانان و صنعتکاران را در هرات تامین نمایند. شماره از صنعتکاران امروز در مراسم گشایش پنجمین نمایشگاه فراورده های داخلی هرات میگویند هرچند انتظار می رفت در هنگام گشایش این نمایشگاه مقام های ریاست جمهوری و یا هم از وزارت صنعت و تجارت به منظور حل بنیادی مشکل کارخانه‌داران حضور یابند، اما هیچ یک از این مقام ها در این نمایشگاه اشتراک نکردند. پنجمین نمایشگاه فراورده های داخلی و صنایع دستی زیر نام راه لاجورد با حضور صدها صنعتکار از ولسوالی های دوردست هرات امروز در این ولایت گشایش یافت. در این نمایشگاه صاحبان صنایع مشمول بانوان فراورده های تولیدیشان را در بخش های گوناگون در بیش از 180 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه حدوداً 180 غرفه از محصولات صنایع داخلی که در شهرک صنعتی هرات و در قندهار و کابل مزار شریف تولید میشه شراک کردن. اما آنچه حضور نیافتن مقام های ریاست جمهوری و وزارت صنعت و تجارت در این نمایشگاه دانسته می شود سبب خشم صاحبان صنایع در این ولایت شده است. به نمایشگاه امروزی ما به یک امید و آرزوی بسیار کلان آمدیم که مسئولین به اینجا حضور داشته باشه که درد صنعت، درد تجارت درک کرده بتنه. یک توقعی داشتیم که وزیر تجارت میامد خیلی بهتر می شود چون راجع به کارمان بیشتر کار ما نمایشگاه ما مربوط به زنام شده. مشاور شورای امنیت که از دو روز به این سو در هرات بسر می برد می گوید قرار است چندین نشست را برای رفع چالش های امنیتی بازرگانان و صنعتکاران در این ولایت برگزار نمایند. بسیار افتخار میکنیم که امروز تولیدات افغانی ما را میبینیم. مشکلات تجارا را میخواهیم و صنعتکارا را میخواهیم بشنویم که چی هستند. اکثرشان شکایت دارند که تعرفه و امنیت و یک من مسائل دارند که میخواهیم اونا را از نزدیک بشنویم. این در حال است که پیش از این شماری از صنعتکاران گفته بودند در یکونی ماه پسین 4 کارخانه‌دار را بوده شده و بیش از 6 تن دیگر یا تهدید شده‌اند و یا مورد حمله فیزیکی قرار گرفته‌اند. پس از میان برنامه خبرهای خارجی را دنبال کنید، اما پیش از آن
به رویدادهای خارجی خوش آمدید. در نتیجه چند انفجار که شماری از کلیساها و هتل‌ها را در سریلانکا آماج قرار داد، نزدیک به 160 تن کشته و صدها تن زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این رشته حمله ها امروز با 6 انفجار همزمان آغاز شد که 3 کلیسا و 3 هتل را در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا هدف قرار داد. کلیساها در جریان مراسم عید پاک مسیحیان هدف حمله قرار گرفت. مقام ها در سریلانکا گفتند که شماری از شهروندان خارجی نیز در میان کشته شدگان هستند. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت انجام این حمله های مرگبار را به دوش نگرفته است. شهروندان اوکراین امروز برای اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رأی‌گیری در دور دوم انتخابات اوکراین در حال آغاز شد که به احتمال قوی ولادیمیر زلنسکی، یک کمدین تلویزیونی که پیشینه کار سیاسی ندارد، به مقام ریاست جمهوری برسد. او در دور نخست انتخابات موفق شد نسبت به رئیس جمهوری آن کشور آرای بیشتر به دست بیاورد. دادگاه عالی عراق امروز 4 تن را به جرم پیوستن به گروه موسوم به دولت اسلامی و ارتکاب اعمال هراس افکنانه به اعدام محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی عراق در آگاهی‌نامه گفته است که این 4 تن با ارتکاب اعمال هراس افکنانه در پی بی‌ثبات‌سازی عراق و سوریه بودند. مقام‌های عراق گفتند که ده‌ها پیکارجوی دیگر داعش نیز در صف دادگاه هستند. در نتیجه یورش افراد مسلح ناشناس به یک اداره پلیس در نزدیکی شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی 4 تن کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه العربیه گزارش کرده است، مهاجمان مسلح امروز بر یک اداره پلیس در شهر زلفی واقع 250 کیلومتری ریاض یورش بردند. مقام های پلیس گفتند که تمام کشته شدگان مهاجمان بودند. با تشکر از همکارانم در بخش تکنیک و از همراهی شما بیننده های عزیز، شبتان بخیر، خدا نگهدار.